این ماهی خوردن شب عید رمز در واقع آرزوی ما برای یافتن اون خاتم سلیمانیه که میخوایم شاید تو شکم یکی از این ماهیا ها به باید دنبال معارف باشه یه جا اون سلیمان پیدا میکنه شما این اشعار مولانا اینا همش ماهیه توی شکم یکیش که باز میکنه هست برای شما یه جایی یه مرتبه میبینی که خاتم اونجا بود خاتم تو بام دیم خاتم تو این دل است و هوش دار تا نگردد دا دیو را خاتم شکار نباید بذاری که این دلت دست دیو بیفته چون سلیمان باش تا دیوان تو سنگ برند از پی ایوان تو برای این شب عید اون ماهی رمز اشتیاق ما برای به دست آوردن اسم اعظم که اسم اعظم همون عشقه سواد اعظم هم عشقه سواد اعظم که گفتن علیکم به سواد الاعظم برید تو شهرهای بزرگ شهر بزرگ کجاست؟ شهر عشق هر کجا که عاشقی هست اونجا شهر بزرگ اونجاست بنابراین روز سیزده که شد که حالا انشاءالله در پیش داریم مردم میان و سلیمان رو بر میگردن رو تخت می نشونن. یعنی همه باید برن بیرون هر کس که نره بیرون معنیش اینه که دوست اون سلیمان دروغین و دوست دیوه نحسه که آدم نره بیرون اما روز نحسی نیست روز خیلی روز سلیمانه سیزده عدد حضرت سلیمان اصلا به شرطی که بری بیرون به شرطی که از اون شهر بری بیرون سلیمان رو برداری بیاری سلیمان رو بر تخت بنشونی سلیمانی که نشوندی رو تخت همه کارا درست میشه خوش به جای خیشتن بودین نشست خسروی تا نشینت هر کسی اکنون به جای خیشتن قبلا هر کسی داشت جولانی میداد بر خودش تیغ کشیده بود سلیمان که اون تخت نشست همه حساب کار خودشون کردن گفتن که پرنده ها بفرمایید شما اون طرف خزنده ها بفرمایید اون طرف حوری این طرف پری این طرف دیوا چون زورشون زیاده شما بفرمایید برای حمالی خوب هستین شما برای حمالی برای سنگبری برای هر کاری که بلد هستین دیوها انرژی ها و نیروهای مهار نشده هستند وقتی مهار شدن مثلا حسد حسد مثل دیو میمونه چقدر تا کشته این دیو عجیبه که تو داستان میگن دیو چجور رو آدم میخوره خورده دیگه حسد میاد آدم میخوره هویت و شرف و حیثیت و سلامت و همه چیز آدم رو میخوره هرس خیالات باطل جان همه روز از لگت کوب خیال نی صفا میماندش نی فر راهد. یه خیالی تو دلش هست که صفاش از دست میده محبتش با مردم سست میشه چرا که یه خیالی به سرش زده یه طمعی که نکنه این مثلا میخواد چنین بکنه چنان بکنه یه زنی گمان باطلی تمام روابط انسانی رو به هم میزنه دیوا آدمیزاد میخورن آدمیزاد میخورن و این ولی وقتی که سلیمان اومد رو تخت نشست اون وقت دیوها ها سر... میرن سر خودشون دیب ها خیلی هم مفید میشن حسد داری؟ حسد حسادت اینه که آدم یه چیزی رو که یه کمالی رو میبینه درش بخواد منم داشته باشم ولی این نیرو رو این نیرو رو در خود تقویت کن خیلی هم خوبه منتها هدایت کن به راهشی نیست که اون از من ببری که اون از من ببری که نمیرسی به مقصود اون دیو دروغ میگه بهت که تو اگه میخوای که چیز بشی بعدی اینو بگو تو خوب بشی بعد اون بگی تو خوب نمیشه که تو باید خودت خوب بشی بنابراین این نیروی قوی که من چقدر خوب بود که من تو مجلس من غلبه میکردن باشه این نیرو رو تا به کمال به زیبایی اون وقت تمام عمرت رو انگیزه پیدا میکنی برای کار کردن برای که بهتر بشی بگو من میخوام بهتر بشم وقت اینقدر خوب میشه دیگه نمیگه من خوب شدم برای که میفهمی که آدم وقتی که خوب شد مدیون میشه به اون کسانی که خوبی رو بهش دادن دیگه ادعا و این چیزام نمیکنه تواضع واقعی میکنه حالا بنابراین سلیمان اول بهار بهار رو حالا هی صحبت در صحبت هست اشکال نداره از خود بهار میشه بهار اول اعتدال ربیعیه و ما ایرانیان از قدیم یه صفتی درمون ممتاز بوده و اون تعادل و میان رویست اولا اهل طبیعت بودیم در زیر گنبد آسمان بودیم معبد بزرگ ما این عالم بوده ایرانیان معبدشون کل عالم اونطور که هنری دیوید ترو توصیه کرده که معبدی کوچکتر از گنبدی کوچکتر از آسمان بنا نکنیم چون گنبد که دوست همش کچکتره گنبد بزرگ داریم فیروزهی درجه یک اطوار گوناگون هم داره حالا گفتن در چیز خیلی شاکار کردن که یه مقدار با اشعه لیزر و اینها در لاس وگاس یه آسمانی درست کردن که آسمان که آدم احساس بکنه ابر داره خب ما آسمان به این عظمت واقعیت بدون لیزر و اینها ابرها میان میرن میبارن رد میشه برق میشه هزار اطوار گوناگون دارن این یه همچین آسمانی گنبت هست میخوای عبادت کنی عبادت کن دیگه سبت میزنی زمین نم زمین سجدگاه شما زمین قبله شما آتش عشق باشه ایرانیان از قدیم این آتش چهارشنبه سوری و اینها همش رمز دیگه یعنی ما اهل آتشیم آتش آتش پرومتاس آتشی است که انسانها رو زنده میکنه اوتلو وقتی که میخواد دستمونا رو به علت اون دیو حسود و دیو حسادت که در وجودش هست اون میاد خفه میکنه دستمونا رو قبل از اینکه خفه بکنه میگه که اول بذار این شم رو خاموش بکنم چون اگه شم رو خاموش کردم پشیمون شدم دوباره یه کبریت میزنم روشن میشه اما اگر که شمع وجود تو رو خاموش کردم Where is the Promethean fire اون آتش پرومته کجاست که من بتونم تو رو دو مرتبه روح بدهدم معلومش که اون آتش پرومته روح بخشه آتش عشق آتش حیات زندگی عین زندگیه این آتش مظهر زندگیه اولا نور داره چون جان یعنی نور ثانیا حرارت داره جان یعنی حرکت یعنی حرارت سالسن میرقصه یعنی شادی رابعا به طرف بالا میره یعنی یعنی سیر ما رو نشون میده از این ور برو آتش خیلی لطائف درش هست Every bush is a fire with God. یعنی حالا به قول خانم الیزابت براونینگ تمام عالم کوه توره و این آتش تور رو تو در هر گلی میتونی ببین آنچون که حافظ دید که یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوید بنابراین این وقتی که آمد به اول اعتدال ربیعی این نشانه این که ما اینجا رو عید گرفتیم نشانه اینه که آدم معتدلی هستیم در فصل اعتدال در اونجایی که همه چی مساوی میشه روز و شب مساوی میشه بامدادان که بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش با دامن صحرا و تماشای بهار صوفی از سومه گو خیمه بزن در گلزار سومعه هم یعنی خودبینی اومده تو سومه و دکونی باز کرده بر خودش که بله ما اینجا مریدانی داریم که این مریدان من و این آب شور میخورند از من همی گردن کور اون میگه که برو بیرون خیمه گو صوفی از سومه گو خیمه بزن در گلزار وقت آن نیست که در خانه نشینی بیکار خبرت هست که مرغان سهر میگویند آخری خفت سر از خواب جهالت بردار رو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین ای که باور نکنی فی شجر الاخضر نار بنابراین ما در اعتدال ربیعی عید گرفتیم زمان مناسبیه بهترین زمان ورنال ایکوینوکس میگن اروپایی ها یک اعتدال ربیعی داریم یک اعتدال خریفی که ورنال ایکویناکس و آتمنال ایکویناکس و از اون طرف هم انقلاب شتوی یعنی زمستان اول زمستان و انقلاب سیفی یعنی اول تیرماه که گفتن سالستیس اروپایی ها تعبیر میکنن یعنی انقلاب و دیگرگونی که خورشید حالا من یه توضیح نجومی هم اینجا بدم خورشید علظاهر ظاهر در حرکت ظاهریش در یک کمربندی در آسمان به دور زمین میچرخه با حرکت ظاهریش حالا نگید که حالا دیگه میدونیم که زمین دور خورشید میگرده ولی بالاخره اون که ما میبینیم اینی که خورشید دور زمین میگرده بعدا هم دورگشتن نسبیه و کسی دقیقا نمیتونه بگه که چی متحرکه چی ساکنه یعنی ما اصلا نمیدونیم که چه چیزی در عالم متحرکه چه چی چیزی ساکنه اصلا نمیتونیم بپرم ولی البته علوم روشن شده الان که زمین به دور خورشید میچرخه ولی اون حرکت ظاهری که ما میبینیم این است که خورشید در یک کمربندی اگر کره آسمان رو کاملش بکنید ما نصفش بالا سر ما هست نصف دیگه هم در نظر بگیریم. یه کره کامل میشه تو این کره یک کمربندی رو در نظر بگیرید به عرض چهل و شیش درجه از سی و درجه اون وقت خورشید توی این حرکت میکنه ما تا توی این حرکتی میکنه که گاهی از این زلعه این کمربند میره به اون زلعه کمربند برابر این در دو مورد این وسط کمربند رو که خط استباه هست خط معدل و نهار هست اونجا رو قطع میکنه در این دو مورد میشه اول پاییزو و ببخشید اول پاییزو، اول بهار اون وقت در کشورهای دیگر هم گرایش داشتن از قدیم به اینکه اول بهار رو ورنال کوینوکس رو آغاز بگیرن کما اینکه همین ژانویه هم اول بهار بوده الان دو ماه رفته اون عقبا و شکسپیر در اون غزل معروفش که میگه که شلای compare تو ا summer's دی thou art more lovely and more temperate یه من تو رو به یه روز بهاری تشبیه بکنم به یه روز تابستانی تشبیه بکنم بعد میگه که نه تو خیلی بهتر از روی تابستان به تابستان درسته که خیلی به نعمت داره برکت داره ولی تو خیلی برای اینکه راف وینز دو shake the darling buds of می در تابستان بادهای سخت میاد این قنچه های نازنین رو میلرزونه میترسونه شاخه ها رو و گاهی اوقات چشم آسمان خیلی تند میتابه گرمای زیاد تولید میکنه گاهی چنین میشه گاهی چنان میشه بنابراین اینجا نشون میده که میگه که چون ماه می رو گفته و ماه می در الان در بهاره ولی اون موقع معلوم میشه در تابستان بوده یعنی دو ماه جلو بوده و مطابق با تقویم اون زمان اول ایرانی شده و اونها هم در واقع گرایش داشتن ولی ایرانی ها از قدیم سنت هاشون همه با طبیعت سازگار بوده یعنی از آب چیزای مقدس چی بوده؟ آب، آتش، باد، خاک و این سنت هایی که بوده اگر ما هم رمزش رو پیدا بکنیم و هم اون لطیفه ای که به دلیل اون این سنت پایدار مونده پیدا بکنیم متوجه میشیم که نشانه یک کمال و یک فرهنگی در جامعه ایرانی همیشه بوده همین هفت سین در واقع یکی میگفتش که چرا هفت سین حالا چرا هفت سلام ما نگیم گفتم اون هفت سین هم هفت سلامه سلام سنجتی سلام خداست سلام علیکم بفرماییم سیب سلام خداست سیب از دل خاک بر اومده سلامش خدا رو به عرض شما برسونه تمیام طبیعت سلام خداست البته چه بهتر که ما از هر دوتا استفاده کنیم هم اون سین های طبیعت شینا رو هم جمع بکنیم فقط سین نباشه قدیم میگن هفت شین هم بوده بعدن هفت کردن نقطه افتاده یکی از برادران زردشتیمون میگفتش که این هفت شین بوده در اصل حالا پنج که فردوسی و سعدینا توصیه کردن که از این پنج شین روی رقبت متاب شب و شاهد و شم و شهد و شراب از ست دوتا دیگه هم شما پیدا بکنید که بشه هفته. و به هفتم اکتفا نکن هفته چون یه عدد روند بوده همه شینا رو استفاده بکن، همه سینا رو استفاده کن، همه دلار هم استفاده در درخت مثلا فرض کنید چرا اولش دال نباشه اینا رو انتخاب کردن به دلایلی وگرنه برای اینکه یه ریتمی پیدا میکنه زندگی به عنوان نمونه مطرح میکنن نه به عنوان اینکه فقط همین انتخاب بکن هفت سین هفتاد تا سینش کن هفتاد تا الف ب جیم دال اینا رو اضافه کن اما مرحوم پدر ایام عید کار خیلی خوبیه که همه ما بکنیم و اون این است که یک ظرف چینی رو می آوردن و هفت سلام از قرآن که به مناسبت های گوناگون آمده اینها رو با زعفران می نوشتن روی این کاسه و بعد اون کاسه رو پر از شربت و یعنی قند میرختن و شکر و گلاب و چیزای دیگه و با این زعفران یه ای شربتی می شود شربت هفت سلام و میفرمودن که این را اگر با شرایطش انجام بدین و دلتون هم در گرو اون معانی باشه شفای جسم و جان ماست هم جسم ما برای اینکه وقتی خداوند به آدم سلام میکنه سلامون قولا من رب رحیم سلام دعاتی که میگیم منظور این دعاتی ها فکر نکنه از میگیم مال ما مال ابرقو هستیم یا مال ترقبه ایم فکر کنیم که به اون داریم میگیم دعاتی اهل دنیا رو بهش میگن دعاتی اهل دنیا رو بهش میگن آدم های اهل صورت رو مقلد بی معنی رو نه مقلدی که میفهمه چیکار میکنه اونه بهش میگن دعاتی دهچه باشد شیخ واصل نشده دست در تقلید در حجت زده میگه خودش ندیده داره از این برامر چیزی جمع میکنه میخواد شیخی بکنه بنابراین این هفت رو هفت سلام رو سلامون قولن من رب رحیم سلام از طرف یک پروردگار خیلی رحیم و که رحمت خاص و لطف خاص داره یه سلامی رو بنویسین اونجا که خداوند به من سلام کرد از سلام علیک از سلام علینا خداوند به ما سلام کرده یکی سلام علی ابراهیم و اینو به یاد بیاریم که سلام که بر ابراهیم شده چرا بر ابراهیم سلام شده به خاطر اینکه خودش تسلیم کرده هر کس خودش تسلیم کرد تبدیل میشه اصلا خودش به سلام چرا برای اینکه من که دیگه نیستم اون هست اونم سلام اسمش وقتی انسان خودش رو تسلیم کرد گفت اسلم تو رب العالمین ان حیاتی مماتی و ارچوبات که ان محیایه و مماتی لله رب العالمین همش مال اوست بنابراین وقتی تسلیم شد الا من ات الله به قلبن سلیم شد و هیچ نقشی نپذیرفت هر نقش جز یاد خدا نقشی است باطل جز فیض دیدارش ندارد عمر حاصل موقعش سلام میکنه تمام سلام میکنن سلامون هی حتی مطلع الفجر مطلع الفجر یعنی دم صبحگاه مرگ چون مرگ پایان شب این عالمه پایان شب سیاست سفید است سلامون هی حتی مطلع الفجر تا صبح قیامتی کسی خواب دیده بود که یه فرشته گفته که برید به فلانی بگید که سلامون هی حتی مطلع الفجر تو نگران نباش تا موقعی که بمیری همیشه در سلامتی این سلام رو بنویسیم سلامون علی موسا و هارون برای اینکه که دوتایشون آمدن و با فرعون گر تو فرعون منی از مثل جان بیرون کنی با این فرعون جنگیدن و این فرعون رو غرق دریا کردن و سهراشو باطل کردن هر روز صبح یک چیزی درست میکنه سهر میکنه و یک پدیده های عجیبی جلو چشم آدم میاره آدم ها رو میکشونه به هزار کار بد این همه کار بد در دنیا کی میکنه؟ فرعون برای این فرعون رو اگه چیز وقت میگه سلامون علا موسا بهارو. به سلامون علا الیاسین سلامون فکر میکنم افتا سلام شده باشه اینا که گفتیم خیلی سلامون علا بله فتخلوها به سلام آمنین بله سلامون علا نوهن فل آلمین البته بیش از هفت سلام در قرآن هست ولی این سلام ها رو هفتش رو مینوشتن ایشون روی چیز همین گفتن توجه به معانی این سلام میتونه که دل ما رو گرم بکنه و دل آدم که گرم شد قوی میشه قوی که شد چیزهای جسمانی هم جرعت نمی کنن حمله بکنن آدم رو وقتی که تنها گیر میارن هوا معکم رو خیلی مهم بدونی هوا معکم رو فراموش نکنی خدا با ماست شما با خدا باشین اون وقت فکر نمی کنم جرعت بکنه بیماری هجوم بیاره مگر مشیت الله باشه که مثلا میخواد طعم بیماری رو به شما بچشونه یا یه مقصودی داره وگرنه نه کاری با شما نداره دیگه از همون بیماری هم که سوز عاشقان سوزی سلیم است مرا این سوختن سوری عظیم است که سوز عاشقان سوزی سلیم است سوز مثل سوز ابراهیم ابراهیم تو آتیش میدارن سلیمه یعنی سلام اون کسی بهش گفتن سلام تو آتیش که نگرانی نداره بره چون سلام بهش گفتن از مرکز سلام بنابراین این هم هفت سین خوبه هم هفت سلام خوبه اون هفت سلام هم باید که بر زبان اون رسول گرامی جاری شده این هفت سین هم بر زبان طبیعت این هم یه رسوله در بهار وحی خدا درس عام گفت این درس عامه برای عوامه اون هفت سین مال عامه است اما اون هفتا درس خاصه اون نبی در خواست داره درس میده و همجد هر دو شما میتونیم استفاده کنیم اندر بهار وحی خدا درس عام گفت بنوشته مرغ و باغ به تکرار میرود من نمیدونم که این داستان بی پایان رو چطور میتونم که به پایان ببرم فکر کردم که اولا یک تبریکی به مناسبت این واقعی فرخنده در عالم که بهار شده البته در جای پاییز شده الان در طرف استرالیا و اونجا ولی این واقعی که برای ما رخ داده که بهار شده این رو غنیمت بشمریم و تبدیلش کنیم به یک بهار جاودانه چون این بهار که میگذره بهار میگذرد داد را دریا که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید ما اون می جاودانه رو که نچشیدیم این اینو تموم شد رفت پس ما چیکار بکنیم چه بکنیم که این میر نوروزی که پنج روز بیشتر نیست زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی یه بادی هست که این باغ ها رو آبستن میکنه این مریم ها رو آبستن میکنه و مسیح لطف و رحمت زایش پیدا میکنه یک باد نوروزی هم هست که میاد وجود ما رو نو میکنه و مشعل دل ما رو که خاموشه مولانا با همه علم و سواد و معلومات که داشت خاموش بود چراغ افروخته چراغ ناافروخته را بوسید و رفت یه باد بهاری این یه باد بهاریه یه باد بهاری هم هست که هر دوتاش خوبه اون مال باز برای آمس این مال خواسته گفت که پیغمبر که به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بار کانچه چه باش برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند در بهاران جامعه از تن برکنید تن به جانب گلشن روید بذارید در معرض خودتون در معرض باد در معرض باران در معرض نسیم قرار بدید به قول جبران خلیل زمین دوست داره که کف پای برهنه شما رو لمس بکنه آبم این کار این دوست داره شما راه برید زیر آسمان و خودتون رو به طبیعت نشون بدین اما در فصل بهار در وقتی که باد سرد خزانی میاد از باد خزانی خودتون بپوشونید این ظاهره که هر در... اونم درست اما یه معنی دیگری داره که یه باد دیگری هم هست که اونم میاد نام هر چند وقتی مرتبه فصلش که میشه فصل داره ان فی ایام دهرکم نفهات یک نفخه ها یک نسیم های قدسی میاد زباد حضرت قدسی بنفشزار چه میشد چو یار در بر سیمین کشید عاشق خود را ز بوسه های چو شکر در آن کنار چه میشد یه بهاری دیگه میاد که بهار عاشقانه و اون حضور معشوق انسان و رسیدن به اون بزم خلد به اون زیافت جابدان است این باید در معرض این نسیم آدم خود چه بذاره هین که اسرافیل وقتن اولیا این نسیم نفس مردان خداست یه عاشقی باید یه کلمه با آدم بگه میگن شبلی از یه مغازه رد شد فقط یه کلمه گفت گرون نفروش اون زیر و زبر شد اون آدم فرق میکنه با گرون نفروش آدم های دیگه گفت گرون نفروش مرد دیگه گفت اصلا من دیگه نتونستم گرون بفروشم یه مرد خدایی اون نفسش تصرف میکنه ولایت داره ولایت حق تصرف در دل هاست تصرف کرد در دل او پس این که اسرافیل وقتند اولیا مرده را زیشان حیات است و نما نفخی آمد شما را دید و رفت هر کرا را میخواست جان بخشید و رفت نفخی دیگر رسید آگاه باش اون یکی قبلی که بیدارت نکرد شاید این یکی بیدارت بکنه خداوند نفقاتی میفرسته پشت سرهم هم میفرسته هر کسی در مسیح عمرش انقدر که بگن که اون روز یادت هست این اومد این نسیم به تو رسید تو نگرفتی آدم باید خودش در از لخت باید بشه لخت یعنی چی؟ اوریان ظاهری که معلومه خود شدم در میر لباس در میر میر بیرون اوریان شدن این از اقراز یعنی آدم در معرض سخن بزرگی قرار بگیره افکار و اندیشه های باطل نداشته باشه بذاره که این نسیم قرآنی به ما بخوره هزار هجاب بین ما و قرآن نباشه که این ما رو زنده بکنه این باد این نفس انبیاس بعدم نفس اولیا بعدم نفس شاعران آسمانی اینها میتونه آدمو زنده بکنه پس اگر خودمون در مرز اینها قرار بدیم حالا چطور قرار بدیم باز هم من حرف همیشه گیمو تکرار میکنم که به سه چیز بپردازیم به سه چیز بپردازیم که این ستا ما رو از عالم حیوانی جدا میکنه اگر از ما بپرسن که شما به عنوان یک آدمی زاد چه میکنی آقا بگی که من میخورم یه گابی از آدم بپرسه بگی که میخوری منم میخورم گفت میا شما. میا من من می شما منم من ما هم هر وقت رسیدیم اینجا آب باشه میخوام جناب علی ما جذب داریم دفت داریم نه ما هم جذب دفت داریم شما شغل شماش به عنوان آدمی زاد. شما چرا بهتون میگن آدمی زاد چه امتیازی دارین شما ما یه جفتی داریم همسر داریم ما هم یه جفتی بالاخره توی مزرعه داریم فرزند پیدا میکنیم بچه دار میشیم شیر میدیم اینا رو مام داریم ما اگر که از اون بپرسن که تو که آدمی زادی دنبال چی هستی و چه فرقی با ما داری باید جواب بدیم دیگه جوابش این است که نه من غیر از این کارا که شما میکنین سه تا کار دیگه میکنم کار ما به دست آوردن این سه تا دانایی و زیبایی که این دوتا رو گفتیم دفترچهش رو باز بکنیم و یکم نیکویی کار خوب بکنیم کار خوب بکنیم هر روز یک کار خوب دو تا کار خوب ده تا کار خوب بکنیم بعد یواشاش عادت بکنیم که غیر از کار خوب نکنیم دیگه همش کار خوب بکنیم یعنی هر کاری رو که میخوایم بکنیم ببینیم این خوب هست یا نیست اگر میخوایم حرف بزنیم این کار کار خوبیه کار خوب نیست که خیرش به یه نفر برسه ببین اگه میرسه انجام بده تازه اینم کافی نیست باید این کار خوبتر کدومه کار نیک خوبه نیکوتر باید باشه سخت خوب است ولی کم قدری بهتر از این از شما نمیپسندن شما مثلا بنده فرض کنیم که بگم میخوام من کار نیک بکنم برم تو بازار بگم آقا بار کی داره باراتون بدیم من بذارم اون بر. کار خوبیه شما هم نباید این کار بکنید دانشجو هستین شما باید یه بار دیگری رو برداریم یه کسی هست که در اون مرتبه اون کار رو میتونه انجام بده اونم کار خیر آدم باید, باید کار خیرتر رو و بهترین رو اصلا لغت خیر جالبه که یعنی بهتر کار خیر یعنی کار بهتر هر کاری رو خواستین ببینین که خیر یا خیر نیست ببینید آیا بهترین کاری که میشه بکنن هست یا نیست نقطه بهینه و اپتیموم هست یا نیست پس سه تا دفترچه سه دفترچه برای زندگیتون باز بکنید تا جواب اون گاو رو ما بتونیم بدیم که گفته بود که جناب علی اسم شریفتون چیه اونم بالاخره یه اسمی داره ما بتونیم جواب اونو بدیم که ما آدمی زادیم ما در عالم زیبایی سیر میکنیم ما سعی میکنیم همه چیزها تناسب داشته باشه هارمونی داشته باشه پریشانی و آشفتگی و کسافت و آلودگی و اینا هم جزو زشتی میشه دیگه آلودگی و پریشانی و اینا خوب نیست بعد ما علم داریم روز به روز علممون زیاد میکنیم ببینید الان تمام ذرات عالم رو پر کردن از این اطلاعات کامپیوتری شما هر چه کامپیوترتون بذارین تمام علوم که اون آدم دستونه یعنی اصلا تمام مولکولهای هوا دارای علم و اطلاعه البته بود ما خبر نداشتیم یک علم و اطلاعات دیگری هم در کل شبکه عالم هست که همه جا حضور داره و میشه گرفت اونها رو حالا ببینیم بشر به کجا رسیده با دانایی پس دانایی رو عزیز بداریم زیبایی رو عزیز بداریم نیکویی هم نسبت به هم کار خوب بکنیم و انشالله اون وقت میتونیم اگر این کار رو بکنیم به هم تبریک بگیم تبریک گفتن یک تعارف بی معنی نباید باشه که من به شما تبریک میگم سال نو رو به شما تبریک میگم هر مشکلی سختی که داریم ولی من به بهترین آرزوها رو براتون میکنم و از باید که بهتونم تبریک میگم نه این کافی نیست باید بشینم فکر بکنم که من برای عزیزانی که دارم برای عزیزانی که همه بشرن اگر قدرتم بیشتره همه عالم رو جز عزیزان خودم حساب بکنم و بگم که من چیکار بکنم که اینا به یه برکتی برسن یکی از آرزوهاشون برآورده بشه و بنابراین من میتونم بگم که من آرزو کردم برای تو هم آرزو کردم هم یه قدمی برای برآورده شدن آرزوهات برداشتم انشالله که این سال نو بر همه ما مبارک باشه از برکت وجود خودمون گفتیم منجم گفت دیدم تاله ای داری تو سعد منجم گفت آقا تاله شما من دیدم سعده گفتمش آری ولی که از ماه روز افزون خیش ما تاله سعد میشه به علت سعادت که خودمون کسب بکنیم برکت که تولید بکنیم ولو کان اهل القرا امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض اگر ما ایمان بیاریم و تقوا پیشه کنیم از بدی ها از فواحش یعنی از اون چیزایی که آشکاره که بده انما حرم ربی الفواحش خداوند چیزای خوبی که حرام نکرده چیزایی که همتون میدونی که بده همتون میدونی که بده فاحشه است یعنی آشکاره در بدی اصلا احتیاج به برهان نداره انما فقط و فقط خداوند چیزای بد و حرام کرده برای شما و من غیرتهی حرم الفواهش به علت اینکه خیلی هم قیوره خوش نداره که تو با این چیزا باشی با این بدیها باشی میگه که بیا یا بی که بیا من باشه هم خوی من بیا پیش من و همجد من غیرت دارم نمیخوام که تو با مادر فول از زره سر و همسری بکنی یا با اکوان دیو انشالله که ما برکت وجودمون به هم برسه اون وقت میبینیم که اقتصادمون خوب میشه روابط اجتماعی خوب میشه ارتباطات سیاسیمون با جهان خوب میشه همش در گرو همین است که ما به دانایی و نیکوی و زیبایی بیاندیشیم و عمل بکنیم و